so many aspects of Afghan culture have been systematically destroyed or erased or forgotten. The Afghan Films Archive has been preserved almost entirely intact through all of these years, where so many other things were burned, or looted, or blown up. The Afghan Films Archive, through the efforts of the people who worked there, who felt so strongly about the work that they did, they managed to preserve these films and these records of all of these other Afghanistans that existed before this recent period of iconoclasm and destruction, because they believed these films had something to give to the present moment. وقتی که امی وزیر اطلاعات فرهنگی جا بود او آمد که ما افغان فیلم را در میدیم فیلم ملمش هم کمال در میدیم ای غیر خلافش گفت در میدیم این میجا مامورین بین خود ششتن که ما چی کنیم این حالا ما مردم ها جواب دادن فیلم ها را در میدن آرشیف افغان فیلم بود. این آرشیف بود، یه لایت بود. این را تخته گرفتیم. تخته گرفتیم تا یه قسمت ها که کسی دیگه نمیفهمید. باید که امی در فیلم ها در آرشیف جای با جای شود، بعد از اون دروازی از این محکم شد. که تو محکم شود که کسی نفهمه. هیچ کسی که از بیرو بیایی متوجه زود نمیشه. حتی ده دفعه هم که بیایی بیرونی باشم متوجه نمیشه. اما ما میفهمیدیم. وقتی که طالبان آمد، دقیقاً شما برای شما چی گفتن؟ دقیقاً دما گفتن که فیلم جایی که هست، هر قدری که فیلم هست، کلش رو بکشی. اگر یک برنامه فیلم برای، وابا جانت. این دروازی انگر است. این دروازی انگر است. باز در داخل از این دیگه دروازه است. فعلاً موجود، بالا فیلم بود. او دیپو بود، فیلم همه تو پر بود. حالا فیلم های از او را چیزی شد تا کردیم در پایان است. چیزی دیگهش در آرشیف است. دیگهش که باقی مانده ای که پیش از یه که بود کلش آوردیم اینجا در دادیم. اینجا است. کلش خواستم یا نه؟ یکم بعد صد فیلم زیادتر. آدمی بستایش هم یه سر ما قلاج کرد، کتیایش کشیدیم، فعلا در ینگر است. دو وقت گریه میکردیم، چاره نداشتیم. هیچ چاره نداشتیم، نه چیزی از دست ما میامد. دیگه نمیده، نمونهش هست یه. که نمیده باقی مونده یک سایست که وقتی که من افغان فیلم، رئیس افغان فیلم شدم، حالت افغان فیلم اینجا بود. این رقم بود. کل خانه غوچی. پرندگاکایی است که در جایی که زنده جان نمی باشه بر خود لانه جور میکنن. یعنی افغان فیلم مرده بود. خرابی بی حد بود. کمک هیچ کس مرد نکرد. مریم غنی بسیار کمک کرده با یکان روز که محتاج میشدم که ایران که از کجا پیسه بگیرم
او پیدا می شد. I'm always interested in archives as an artist, as a filmmaker, and as a teacher. And I've been making work in and about Afghanistan for a number of years. And for me, it was really exciting to find out that Afghanistan had this incredibly rich and deep cinematic history of which I was totally unaware. And then to realize that most other people were also totally unaware of it. It was like finding a hidden treasure. And then thinking, here's something I can actually do to start bringing some of those histories back into circulation. What is really extraordinary about looking at these films is that they all tell us something really important about Afghanistan as a nation and how it envisioned itself at the moment that those films were made. ساز شما خوب است استاد خوب جور بخیر استاد خوب صحت دکتر هستی خسته نباشی استاد چی داری فیلم او عجب صحنه ای داره استادی ها ما یکی از آرتیست های سینما هستم و این شوق هم رایم بود. ایچ وقت در درون ما این شوق کشته نشد. وقتی که ما بسیار طفل بودم یادم میاید او سنه بخاطر میاید که ما همراه مادرم رفتم به سینمای زینب. اندیشه ای که ما دمو طفلی خود کردم برم دست داد و این بود که چطور امکان داره که آدم ها پیش روی من را برن، آدم ها حرکت بکنن. خب بعضی وقتا انسان ها ات فکر میکنن که یک چیز در درونشان اونا را پیوند میته، اما نمیفهمن که او چی است. وقتی که در زندگی خود با او مواجه میشن باز میفهمن که ای در وجود ما، در درون ما وجود داشت. باز آمدم در خانه کتی یک بچه ماوایم در یک زیر زمینی خانه شان، ما اونجا سینما جور کردیم، شیشه ها انداختیم، عکس های رنگرنگ آوردیم و فکر کردیم که اینمی سینمایی است که ما میریم. تجربه سینما اولین بار برمیگرده به اینکه من حدود 4.5 ساله بودم فکر میکنم که ما از پنجشیر به کابل آمدیم و یادم میاد که خدا بیامرز پدرم که افسر پلیس بود و در کابل من اصرار میکردم که هر هفته مرا سینما ببره و هر روز جمعه ساعت 2 مرا میبرد به سینمای آریانا. اونجا فیلم های اروپایی زیادتر نمایش میدن و فیلم های امریکایی و من همیشه از فرصت استفاده میکردم میرفتم دنبال امی جایی میگشتم که اتاقه کجاست که نور بیاید و بالاخره یک روز برای خودم یافتم اونجا را. از اینا بالا شدم که یک آدمک موی سفید ششته و یک ماشین کلان است. کاکا اجازه است من ببینم چی است. گفت چی است چی است؟ خوی یک ماشین سینما است، یعنی فیلم است، اینجا میمانن چالان میکنن و تو فیلم رو میبینی. زندگی من واقعا با این مسئله گره خورد و من تمام بعد از اون تمام روزها فکر میکنم که اینمی ماشین رو باید من خودم جور کنم و بسازم.
ولی چیزی که بسیار برای من جالب بودی که چه قسم میتونم موسیقی برش بتم، چگونه میتونم این آدم ها گپ بزنم. متوجه شدم که این عرصه سینما تنها تکنولوژی نیست، تنها تکنیک نیست، بلکه یک پروسه بسیار مهم دیگه است. خلاقیت، تفکر، اندیشه. یعنی که سینما هنر است. When I first went to the Afghan Films Archive, the physical plant of the building was really deteriorating, so they had actual leaks in the archive. And we were really out of luck in trying to figure out what was available to see. فضل خدا که برای ما بسیار بیمناک بود که شروع کار ما که فیلم ها تقریبا در حدود 2000-2500 فیلم مستند افغانی تاریخی خود ما بود که در شرایط جنگ تو پرک بودن، هنوز هم خلاص نشدیم. در بین همین فیلم ها دور مثال این فیلم است، اینی فیلم است. این حال من اینی را دیدم قط میته که اینی را ما آماده نمایش میسازم. او فیلم هایی که قبلا دیدین او آخو بیخی باطن شده بودن، اما این فیلم ها که زحمت کشیده شود و امید عزیز که پس آماده نمایش بر این پرده آماده شود. رئیس بایار تولواک محمد ظاهر شاه در ترکیه خارجه چاره وزیر زورلو او در افغانستان در کابینه وزیران په بعضی مراسمی که سره معرفی شو. دا د پښتنو ستر ته موقع برابر کړ چې خپل ګران میلمانه ووی. خواهی چه رو جور کردید؟ آی نمیشه بود از مساواتی؟ آه اوکی سالها در این روای در کار کردید، سالها اتاق تاریک بوده و ما فرمه آله خدا این کنه کار در کنید چی بوده کنید؟ دو باشه، دو خونشته است. کمره دلخواه من، کمره دلخواه من ای از کمره اریفلکس تو میفهمی من تقریبا ده یا خدا گردنم نگره 12 فیلم هنری بلنده سر ازی شود کرده، مثل فیلم صبور سرباز، فیلم اماسه عشق، فیلم گناه، فیلم مزرعه سبز، فیلم مجسمه ها میخندن، فیلم هایی که دمی اواخر گرفتیم که کلاگیش نام کشید اینجا مردم علاقه گرفت بسید که تین زمین کمرا، فقط تین زمین کمرا سا چقدر راحت شدیم در این کمرا های دیگر این کمرا که در بقل من می بود من بارها که در این کمرا در جریان شوتنگ موتر ما چپه شده خطا خوردیم ولی کمرا را دمی آغوش خود گرفتیم و نمودیم که این ضربه ببینه، خودم ضربه دیدیم پرانه ما که در این کمرا می فهمی در فیلم دسور انقلاب ما از سر تانک افتادم، یک تانک بلندیش 3 متر بودم، اونزم 3 متر خطا خوردم و ایره نماندم، ولی هر جای سفر می رفتم کمره در بخلی بود. چیزی را که دوز دارم نمی فرد که خراب شدنی؟ آه به هیچ بسیار امکانات خوب داشتیم Latifi is the most prolific Afghan director, probably the most beloved one as well, among his peers and I think also among younger generation of Afghan filmmakers.
because he's made films that are touchstones, like Epic of Love, and because he made at least one film a year for so many years. او زمانی که من بسیار زیاد شوق و علاقه به سینما داشتم، من امکاناتش نداشتم. به صورت اکادمیک درسش نتونستم بخوانم. من کارهای اشتهاری را شروع کردم. البته که کار بسیار دشوار بود، کار بسیار زیاد سخت بود وقت. چون دیگه کمره نبود در دسترس ما. یک انسان به اندازه شریف بود و او وقت او رئیس افغان فیلم بود. گفتم که من فلانی آدم هستم، من هنوز مؤسسه پلی تکنیک هستم و ما یک دانه فیلم اعلان ساختیم. گفت راست میگی؟ من که از قراری که من خبر دارم یک دانه استدیو در کل افغانستان است و او استدیوی افغان فیلم است. توی در کجا ساختی؟ چطور دانستی که در بسازی؟ سپرایت، سپرایت، سپرایت. مشروب غیر الکلی سپرایت، تولید جدید شرکت کام. خب، نو دانه فیلم اشتهاری را من ساختم. خب، آیان فیلم که ساختم، برای اولین بار دست بردم به ساختار فیلم بلند داستانی. فیلم مجسمه ها میخندن از استودیوی آریانا فیلم. احمد هنرمند زیبا و جوان با احساس. فکر میکنم که واقعا او مرد زندگی است. من هنوز مرد ایدال زندگی خود پیدا نکردم. My father is the president of Afghanistan, so there are security concerns. But it does, I think, open some doors. Not at the archive necessarily, because I've been working with them for so long, it predates my father having this job. But it does give the possibility to help them with certain things. Amir Bosk. I think it's important for these films to be more widely available in Afghanistan, and I want to help Afghan film to digitize the entire archive. And of course, the first stage of doing anything like digitization is to try to understand what you actually have. Das sind Sachen, die wir finden, putzen, katalogisieren, dann kommt hier. Das ist mühsam, das macht man. Ein oder zwei Dosen am Tag oder manchmal eine Dose am Tag. The view of Afghanistan outside Afghanistan is so monolithic. And I think the earlier Afghanistans that existed, Afghan intellectualism, Afghan modernism, Afghan leftism, all of these other histories are actually present in this archive. And to see them acted out on film, it really changes the way that people think about Afghanistan. We've been seeing, especially in the past few years, these incidents of really extreme violence. And it's important to be reminded that there were decades when Afghanistan was not a place where violence was normal. شما فهمیدین کوکس کیست؟ آرس؟ مادر شاباز اینال بچه های متوجه چهار باشین که از شروع قصه تا آخر قصه را ببینیم که مادر چی کارا میکنم درست؟ اینال...
خیلی بلندی. میرسی با تشمون ببخشم بگی خیر گرد ندار شکر متولد شهر مزار شریف فامیل نبودن به اصلا آزاد بیندیشن آزاد فکر بکنن و پت از خانوادیم امروی سینفیگک های مکتبم به سینما می رفتم گاه گاهی وقت فیلم ها را می دیدم در ذهنم می گشت که آیا من می تانم که یک روز امطور یک هنر پیشه شوم و ما پدرم چنان آدم تندخوی و آدم متعصب بود که حتی به مکتب به بسیار مشکل میگذاشت که من مکتب برم. خب هر روز گای ماماهای ما واسطه میکدم، گای دوستای پدرم واسطه میکدم که باید مرا به مکتب بانه، به مکتب بانه، تا بالاخره ای که ما مکتب به نیمه ها رساندم. میخواستم که یک انسان شوم که متفاوت باشم از دیگرها و یک آدم باشم که به نحو خدمت بکنم برای مردم و مخصوصا بر طبقه زن، چون ما از خانواده خود میدیدم که زنها چقدر محروم هستن. خواستگارا دیگه می آمد، هر کس خواستگار می آمد و ما فکر میکردم که اگر ازدواج کنم سنم خورده است، تحصیلاتم می ماند، اگر نکنم پدر ما چطور قناعت بدم که ما میخوایم به سینما کار کنم. ولی ما شوهر فیلم قناعت دادم و گفتم اگر مرا دوست داری میخوایی با ما ازدواج کنی، ما اینت خواسته دارم، میخوایم که یک سینماگر باشم، آیا تو راضی هستی؟ او آدم گفت که ما با کارت هیچ مخالفت ندارم. اما بود که جبران خواسته یا نخواسته من تن به ازدواج دادم، صرف به خاطر برآورده شدن اهداف خود. خب به هر صورت یک مدت گذشت، ما نامزد شدیم و عروسی کردیم و اولین خواست معمی بود که ما را باید کابل بیارن. افغانستان کو زمان برای من مشکلات سیاسی نبود، کی شاه است، کی گدا، کی وزیر است، کی صدر اعظم یا نخست وزیر، کدام حزب با کدام حزب مشکل داره. تمام زندگی من بود ای که کدام فیلم نو امروز میاد. خب یک علاقه عجیب و غریب بود، یک عشق، یک دیوانگی بود. به به افغانستان یک فیلم ساختم، من چه وقتی فیلم ببینم؟ ما رفتم و افغان فیلم اولین بار دیدم، یک ساختمان مقبول. ما خواستم داخل شم، خرد بودم. برای من قدر جالب بود، میفتم حتما درون از این چه چیزایی هست، حتما کسایی هست که میخوان اونجا فیلم بگیرن، حتما این فیلم ساختن چه قسمت. برای من بسیار جالب بود، ولی من را نباندن که من داخل افغان فیلم شم. With Gene and Joan and who knows who, I'm getting tired of waiting and fooling around. میدانی نسرین، هنر آمیخته با احساس است. هنرمندی که احساس هنری نداشته باشه کارش ارزش هنری نداره. زمستان بود، 1977. من رفتم قندهار، تکت گرفتم از کابل، راه بود، وقت هیچ مشکلی نبود، مردم آزادانه رفت و آمد میکردن، قندهار امن و امان بود. همین که در چوکی شستم،
چطور که ابو هنر پیشیره که مکس شده مجله جواندون دیده بود و فیلم شده سینما دیده و مجسمه ها میخندن فتولای پرند بالا شد و درست پهلوی من ششت. من خودم معرفی کردم گفتم که آقای پرند من یکی از علاقمنده و دوستدارای هنر شما و شما بسیار زیبا رقص داره بازی کردید. بر از اون جالب بود که یک بچه که هنوز حدود 13-14 ساله است بسیار با علاقمندی و با جرأت در مورد سینما میخواد گپ بزنه. اینقدر خوشحال شد گفت که من بسیار زیاد در وجود خودت یک دیوانگی به رابطه با سینما میبینم، چرا در سینما نمیای این کار نمیکنی؟ گفت من تو را با انجینر صاحب لطیف آشنا میسازم و گفت که ببینیش بسیار آدم مهربان است. امرا انجینر صاحب لطیف آشنا شدم، از انجینر صاحب لطیف بسیار چیزا آموختم. آرام آرام اینقدر با هم دوست صمیمی شدیم که سن و سال دیگه تفاوتی نداشت و دفتر آریا فیلم شده بود برای من مثل یک مکتب. سینمای افغانستان با عنوان یک فیلم اندستری پا در فیلمسازی نگذاشت. این فقط عشق و علاقه چند نفر از هنرمندا و فرهنگیای بود که به این کار دست زدن. یعنی در سال یک فیلم یا دو سال بعد یک فیلم ختم میشد. ساختن سینما از نقطه صفری بسیار زیاد کار دشوار بود. از یک طرف فیلم می ساختیم، از یک طرف هم برای سینما سازندگی می کردیم. ما پیرو هیچ سینمای نه آمریکایی، نه ایرانی، نه اروپایی، نه هندی به خصوص بودیم. ما همیشه پدیده سینما را از دید یک افغان می دیدم، از دید یک فرهنگ متعالی خود ما می دیدم. فیلم ما همیشه تاریخ مصور کشور ما بوده. بیننده حس میکرد که آنچه که در روی پرده میگذره همه از خودش است. این سال 57 هم شروع کردیم. دنیا خلاص است که سوابق میبریم. از شروع سال 1936. اوکی. این ورقه مونده میشه بازی با سال 56 نوم دیگه هم اضافه مونده که سو بزنی چی هست یعنی 57 اون بوده یه ترکی و خرکی هست بازم یه هفت یا کلش نشته کردگی در وجود داری؟ آیا نشته هستم ببینیم که در اون فیلم ها همیشه مردم هایی را میبینیم که از جنوب است، از شرق است، شمال است، مرکزی است. طریق لباس پوشیدنشان تا امروز فرق کرده. او آدم ها را دیگه نمیبینیم. مثل که تاریخ را نمیخوانی ورق میزنی. صفحه های تاریخ از پیش روی تیر میشه. هفته سال روز پنجشنبه بود، هیچ یادم نمیرم. از طرف میدان هوایی کابل یک ابر سیاه پیدا شده بود. یک باره یک جت جنگی نظامی، طیاره جنگی پرواز کرد و یک بم خود انداخت و یک انفجار عجیب و غریب شد. من عاجل خانه رفتم. کاکایم که صاحب منصب اردو بود و ارتش در خانه بود بسیار جگرخون بود، بسیار ناراحت بود. بخون کاکا چی کم شده؟ گفت که میگن که خلقی ها کودتا کردن. هموطنان گرامی، برای اولین بار در تاریخ افغانستان آخرین بقایای سلطنت ظلم، استبداد و قدرت فامیل خاندان نادرخان صفاک خاتمه یافت و تمام قدرت دولت با
و دست خلق افغانستان قرار گرفت. حمید، صدا مشنوی؟ مشنو، انقلاب است. حمید، مردم چی میگن؟ مردم خوش هستن، مردم این روز از خدا میخواستن. راست میگی حمید؟ بله خدا ما خونه میفهم تانگا رو گلپوش کردن، هسکرا رو در بغل میگیرن. بچه شما دیدی؟ بله بچه خدایا شما خوش نیستین؟ در بیرون ماشر است، کل چارگه رو تان گرفته. از برای خدا راست میگی خانی پایین پدر جان، کل ما بریم خانی پایین. بریم بریم امیرا، همه چیز از این سه کن. حمید کجا؟ بله بسیار خوب و میادم از تازه جوان بودم، سنف هفت مکتب بودم که سال 1357 انقلاب سوار به پیروزی رسید. یک تعدادی که مثلا اونا هم مخالفین خود داشتن و طرفدارای خودم داشتن، مردم طرفدارشون هم بودن، توده ها، نسل جوان و کسانی که با ایدیاهای به اصطلاح بگویم کمونیستی آماده شده بودن. انقلاب طور یکی دو روزش تیر شده بود که بر من نامه رسید که تو میا با فیلم دی ثور انقلاب فیلم برداری کن. چون او وقت هیچ کس گفته نمیتونست نه، چون که فیض الله امین امی هدایتش بود که باید فیلم از سر تا آخر اما طوری که قصه رسیدن ما به قدرت ایجاب میکرد و ما قصه کردیم و شنیدیم و نوشته کردیم و ما امروزه فیلم برداری کنیم که چطور بیرق داوود خان تا میشه و ایوازش بیرق سرخ یا بیرق پرچمیا بالا میشه. همین بیرق داوود خانه که پس بالا کردیم، اینکه یکی دیگر را تنگه میکنند در بازاره که دیگر را بباچه برگشت، انقلاب برگشت کرد، انقلاب برگشت کرد. این گپ دان بدان شد که از بیا فهمیدن امی دوست رفیقای خلقی. این رفیقای خلقی اولین کاری که کردن رفتن در دوکانا پل ریش پیدا کردن، شروع کردن در تراشیدن بروتای خود. چرا یگانه مشخصه برادرای خلقی ما همی بود که بروتای بسیار زیاد دبل داشتن، ولی فیض الله امین به این بسنده نکد که یارا ببخشه. امون لحظه ادایت داد که کل از یارا جمع کنین، در هر جایی که از کس بروت خود تراشیده جمعش کنین. یارا جمع کرد، یک دی بسیار زیاد شد و دستور داد که اینا را ببرین زندان. صحبت صورت گرفت و چه قصه مینار در پولیگون از بین برد. دیگه او باز قصه سکریتی بود که پیش خودشان بود. یک دوست داشتم، دوست بسیار صمیمی بود، روزها با من صحبت میکرد و میگفت که صدیق جوان هستی، انرژی و نیرو داری، بیا در حزب. ما برش میگفتم که جان من ترس دارم از حزب، به این خاطر که مرا محدود میسازه. حزب یک تفکر جمعی بسته است، من اجازه بدید من عضو حزب سینما باشم. جالب بود، یعنی من اسم کردم. اول همه گی خوشحال بودن، برای اینکه فکر میکردن در هر تغییر امکان داره زندگیشان هم تغییر بکنه. ولی من در نهایتش فکر میکردم که سینما چطور خواهد شد. جدن برای اینکه وقتی که فکر کرده بودم که آیا این تغییر بازم اجازه میدن ما امو فیلم های دلخواه ما را ببینیم، آیا امکان داره که ما باز فیلم های دیتکتیو و فیلم های پولیسی امریکایی و یا ایتالیایی را ببینیم. برای از این که زمزمه هایی را شنیده بودم که اینا زد غرب هستن و اگر هر چیز هم باشه تنها شوروی و روسی خواهد بود. زبان و قلم از وسط مارش با شکوه 27 میزان 1357 عاجز است. کارگران و زحمتکشان افغانستان، رژیم های پلید و مستبد ضد خلقی از نام شما، از خود شما می ترسیدند، ولی جمهوری دموکراتیک افغانستان برخلاف آنها به شما می نازد، به شما اتکا می کند و برای شما تمامی تسهیلات لازمه را به وجود خواهد آورد. Thank you.
This is Soviet negative film. No, positive. Soviet. Yes, it's a positive. Mm. Sabu tufan homoine pais. Boa salama sangue. Ele خراب شده فی. پروژکتورای روسی زیاد بودن در افغانستان و پروژکتورای روسی اسکرچ میکنه فیلم. You see very different kinds of films being made at different times. This is a history and a series of historical shifts that you can trace. And it's one of the reasons that the archive is so valuable, and it provides such an important kind of way to look at Afghan history that is impossible to find anywhere else. And what's valuable about it is not only what you see on the film, but how the films were made. You know, all the clues that are embedded in how the films were made and how they were made differently in the different times. خب افغان فیلم به میان آمد، او هم هدفش ساختار فیلم های فکشن نبود، فقط بسنده میکرد به سفرهای شاه و یا رجال برجسته در کشور و یا فعالیت ها و اتفاقات و رخدات هایی که در جامعه رخ میداد او را میگرفتن. ولی اما وقتی که باز انقلاب هفت ثور شروع شد، اندیشه ها در برابر هنر کاملا تغییر کرد، زمینه پیدا شد برای ساختن فیلم در افغانستان. ما تقریبا در حدود کارگردان های ما در حدود 6 فیلم در سال تولید میکردن. مزاری چرا گل زرد مود میزنی؟ چقدر مقبول میگه؟ لا 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 باری صدای پای هست پس بیشت دانیست اونر دو دوره یک ورق طلایی به اصطلاح بگویم دور خورد، یک ورق طلایی بود که روی پرده سینما آمد، روی تصویر آمد و فیلم سازای بسیار خوب ارزندام کردن، بسیار هنر پیشه های خوب، مردم شهر همه ما را میپذیرفتن، بسیار با پیشانی باز مثلا از کار ما استقبال میکردن، ما را خوش داشتن، در هر جایی که میدیدن از ما به قدر یاد میکردن. بر از اینا من چهره جدید بودم و در پلیس چهره جدید بودم، اونا یک چیز را بر من به حساب یافته بودن، در صدد چیزی شدن که هر روز یک نفر کارگردان میامد و میخواست همراه ما یک فیلم بازی کنه. شریف ای شوخی گل بادام برات روان کرده. کی روان کرده؟ اون دختر چادر نارنجی. باور کنین شاید شما قبول نکنین که من اصلا هیچ احساس نکردم که من در مقابل کمره قرار دارم و هیچ نترسیدم. من ترس ایراس از او بدل من را پیدا نکرد. ولی خب شما میفهمین که دو دوره چیزی که بسیار زیاد دو دوره روی کار آمد کار زنها بود. زنها زیاد تانستن در دوره رشد کنن، تانستن زیاد در دوائر دولتی کارهای مهم را بدوش بگیرن، تا سطح وزارت و وکالت و همه گپا در دوره رسیده بودن. آرام آرام دیگه بنابر امو پشتیبانی های دولت و حمایت دولت وقت تانست زن که حس بکنه که در این جامعه وجود داره. می آمدن کار می کردن، تفریح می رفتن، ساتری می رفتن، شب نشینی ها داشتن. در او وقت ما هیچ گونه مشکلی به خاطر زن در بر بازی در سینمای افغانستان نداشتیم. و پیشانی تو شکلیستم روا دار تمام شهر کابل را بگردی
به اصطلاح در امو زمان مشخص یعنی دهه 80 که ما او را همیشه گولدن تایم میگم برای سینمای افغانستان. Afghan Films is a state film institute. So the scripts all had to pass through approval by a censorship board. But I think very much unlike what you see in China during the same kind of period where things were attributed to a workshop, you can't really fit the communist feature films from Afghanistan into a series of authorless films because they are very much the product of singular artistic visions. نام من اختر است، کلگی مرا اختر مسقره میگه. سلام اختر جان، بیا بالا قربان چه باید چای بیا یک مرا چای و بگم نوش نوش قربان چه نوش جان سلام بادا. There are particular films that I saw and I just fell in love with as films. For example, Akhtar the Joker by Engineer Latif is an extraordinary film and I'd never seen anything else like it. Beginning with this direct address to the camera by Fakir Nabi playing Akhtar. And he's this completely unreliable narrator of his own life. Me for me. Bare har kudam azi. میلون آخر شده، راست میگم میلون آخر. And you can see why they would ask for this project to be made based on Zaryab's novel, because it is a real excoriation of the decadence of a certain Western influenced bourgeoisie during the mid 70s. Gami. تو کجا گم بودی؟ به 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 به. And the character of Akhtar is this young man from the working class who is sort of adopted almost as a mascot by a family from this upper class. And it's a really tragic story. مردم کابل، ما از بسی که مصروف کار و مصروف فعالیت بودیم اس نمی کردیم که اگر تغییری هم بیاید در افغانستان، فکر می کردیم که این تغییر یک تغییر مثبت است، ولی کل مردم این را مثبت فکر نمی کردن. قداری بالاش رو آمده زوری یا اینا را دارن؟ ندارن. خب داود دورام در شهرها یک نسبتاً بسیار خوب صلح بود، آرامی بود، ولی در اطراف از شهر مخالفین دولت بود، با دولت جنگ داشت. فرمایید آشفت میتنگ امروز خدا به نام لینین کبیر رهبر کارگران جهان آغاز میکنیم. انقلاب برگشت ناپذیر است،
یک انچ نیم سانتی برگشت نمی کنین و شما کثیفا به اشرار خائن کمک می کنین. شما امریکایی ها و شما پاکستانی ها. مانم عزیز، ما نفهمیدیم تو از کدام مادر زایده شدی. خیلی تو هم روسی هستی دیگه. خاموش مرتجی، ما افتخار میکنیم که کشور شورا را رفیقای روسی را با خود داریم. زمان زمان عجیبی بود. متاسفانه بعد از کودتای ثور مردم ما واقعا در یک بحران و اختناق زندگی میکردن. آمدن شوروی ها، آمدن سربازان ارتش سرخ شوروی این حادثه و این بحران دو برابر ساختن. اساسا هر جوانی در اون زمان بسیاری ها فکر میکردن که خب ما یک بار دیگه مستعمره یک کشور دیگه شدیم. درست 23 فوریه 1980، درست یک ماه و چند روز بعد از آمدن قوای شوروی در افغانستان، مردم کابل قیام کردند. شب و هنگام به بامای خود بیرون می شدند و صدای الله اکبر می کشیدند. و در مجموع ما می دیدیم که چگونه دسته دسته مردم به زندان می رن. زندان پلچرخی یکی از اون زندان‌هایی بود که برای آدم‌های سیاسی دیگه هیچ جایی نمانده بود. این زمان زیادتر طرف تشنج نزدیک شده می‌رفت، به خاطر که در پشت وزارت داخلی افغانستان لیست‌های بند می‌شد که اونا دیگه نباید کس پشتشان بگرده، اینا کشته شدن. و شما باور بکنین که من به چشم خود ده ها زن دیدم که وقتی نام بچه خود، وقتی نام شوهر خود در اون لستا میخواندن زوف میکردن. اونا باز گریه کنن و برن و سر بگیرن، همون جای به جای زوف میکردن. و این واقعه هر روز تکرار میشد در پشت وزارت داخله. وحدت ایدئولوژیک، وحدت سازمانی، وحدت سیاسی حزب خود را، درفش تئوری انقلابی خود را با تمام از خود گذری و فداکاری جانبازانه با خون و جان خود بر افراد نگاه دارد. The choruses sung by the youth and social organizations are valuable memories of the universal unity of the people of Afghanistan for the support of the liberating South revolution and is indicative of unshakable unity. در آغاز انقلاب هنوز مجاهدین بسیج نشده بودن، هنوز مردم نمیفهمیدن که چی گپ میشه. گروپ های بسیار زیاد کوچک کوچک ایجاد شد در شهرها، در ولایات، در قرا و قصبات اینا، و اینا امو اندیشه که باید ضد خارجی بجنگن ای ار روز روز به روز بسیجتر شده میرفت. رهبران رفتن پاکستان، از اوج اسلحه صادر میکردن، کتی از او مجاهدین جنگ میکردن. بخیر بری و بخیر بری. آمین. تکبیر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. خنجر توحید خود فرقی ستمگر بشکنم، بنیاد ظالم برکنم، سردار سرور بشکنم، بنیاد ظالم برکنم، سردار سرور بشکنم. ما تولد ما در پنشیر شده دیگه، شاید در حدود 3 ساله بودم که فامیلی رفتیم کابل. نظر به مشکلاتی که ما در رژیم کمونیستی پیدا کردم که چون دو تا برادر ما مجاهد بودن، یا کمونیست های اطلاعات به دست می آوردن که همکاری میکنن و او خانواده را تهدید میکردن، میگرفتن
به زندان منداختن که روسا در افغانستان بودن. ما از مکتب از صنف 8 رها کردم و رفتم در صف مجاهدین. پنجشیری بودن یک چیز خاص بود با این معنی که همگی جبهه پنجشیر با نام مسعود میشناختن. مسعود او زمان برای مردم نه تنها به عنوان یک رهبر مجاهدین، یک فرمانده بسیار مدبر، بلکه یک قهرمان بود. به این معنی که مبارزاتش علیه قوای شوروی برای بعضی هم تحسین برانگیز بود، بعضی که بیشتر با او خصومت داشتن، اکثرا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، با یک نوع نفرت و انزجار و یا نوع دشمنی برخورد میکردن. و این باز برمیگشت اثراتش بر همه پنجشیری هایی که در کابل زندگی میکردن، پنجشیری هایی که بیطرف گویا بودن و گویا به هیچ به حزب تعلق نداشتن، همیشه مورد فوکس بودن. و اولین بار عامر صاحب در دره خلاب دیدیم. قبلا برادرم در بارش گفته بود که این ورزشکار است و عامر صاحب که مرا دید اولین بار در بازی مدس مسعود که گرفت خنده کرد، او بازیاش بسیار قوی است. گفتی جوان برای دکتر عبدالله در پولیش بود، گفتی جوان یعنی در پالوانی گفت عریف خود گرفته قیل کرده سر شکم خود زده. خب باز کلگی را جای به جای شدن. عامر صاحب مرا که دید گفت که اینجا بچه هایی که تفنگ بگیرن زیاد است، دیگه تو برو همراه دوست دیگه ما به نام غلام بود، کسی که فیلمبرداری را در پاکستان آموخته بود و در جبهه کار میکرد پیش از ما. باز ما از اون وقت رفتیم در بخش فیلمبرداری. یک سال همراه امیر غلام یک جای کار کرد. بازی رفت در چترال پاکستان، در اونجا در یکی از دیپوها انفجار دادن، این شهید شد در اونجا. شهید شد بازی، کامره و بخش فیلم برداری کلش مسئولش ما شدن در اینجا. عمر صاحب بر ما میگفت که ما روی سه هدف فیلم برداری میکنیم. یکی که ما همیشه یک منطقی که پلان و برنامه گرفته میشد باید اونجا عملیات صورت بگیره، ساحه دشمن فیلم میگرفتیم، بازور رو میآوردیم برای عامر صاحب. عامر صاحب از طریق تلویزیون میدید، باز برای قماندان ها این منطقه را تشریح میکرد، چون کل قماندان ها نمیتونستن برنده و ساحه. دومش یک درس بود که ما فیلمی را که از اونجا میگرفتیم از اون جریان جنگ، باز عامر صاحبی را در ختم جنگ برای بچه هایی که در این عملیات اشتراک کردن نشان میدن که اینا چی نواقص داشتن در این عمله. سیومش گپ همی بود که این فیلم ها میمانه در اینجا برای نسل های آینده. ماه سپتامبر 82 یک روز به خانه ما زنگ زدن، گوشی رو برداشتم، توریالای شفق مرحوم بود، برای گفت که صدیق دوست داری که یک جایی بری برای تحصیل؟ من گفتم که تحصیل سینما؟ گفت آخه چی دیگه تحصیل سینما؟ گفتم که یک چیز واضحی دوست دارم. کجا شفق صاحب؟ گفت ماسکو. من متردد شدم، واقعا احساس کردم که چی جواب بدم، ولی که اما قسمی که پیشتر هم گفتم من خودم واقعا از این که شوروی ها در افغانستان آمده بودن بسیار رنج می بردم. و اون طرف هم سینمای روس با مکتبش، با سینمایش، با شنیدن نام آدم های بزرگ مثل پودوفکین، ازنشتین، روم یا مثلا تارکوفسکی، پاراژانوف، اینا آدم وقتی می شوید نمی تانستم بالانس بکنم. تمام شب با خودم یک مبارزه و جدل داشتم، یک جنگ درونی عجیب غریب که چی کنم.
تا صبح خواب درست نبود. در نمی صبح آرام آرام خواب برد. وقتی از خواب خیستم برخواستم، دیدم مادرم بالای سر من. گفت بچه اگر در فکر من هستی با من فکر نکن، و اگر با این فکر میکنی که در افغانستان اینا حمله کنن، قضا و قدر زندگی همی هست. عرفش همی بود که البته قضا و قدر همی بوده. تو برو درس تا بخوان، تو برو به آرزوهای دلت برس. اما قسمه که دلت فکر میکنه پشت منطق نگرد، فکر کن که دلت چی میخواه. همون روز شامش خداحافظی کردم، اگرچه سخت بود. چرا سخت بود؟ برای اینکه اولین بار من چیز بود، من 19 ساله بودم دیگه. یکونیم سال دوام کرد تا ما تانستیم به یک شرکتی وسایل ما را وارد کنیم. امیدوار هستیم که در یک سال و نیم فیلم ها همگی دیجیتال شود. ولی دقیق در افغانستان هیچ چیز دقیق چی نمیتونیم. مونوپول به دست دیگر هست. When you go to Afghan Films and you look at the archives, all along you see this long history of really improvised filmmaking, because at no point do Afghan filmmakers really have access to a lot of technical equipment. But I think during the communist period it gets much worse, because the country is at war and only inside the cities does the regime actually have control. So only in Kabul can they actually control the locations that they're shooting in. And for certain films, they do need to leave Kabul in order to get the shot. واقعاً بسیار زیاد خطرناک بود. ولی نمی‌کردیم که بگوییم که اینا اینجا نمیشه. ما فکر می‌کنم که نوی از دیوانگی. بگیرن، ما رو بشیم. قبول دی؟ اکبر بگیم؟ بگیم. مالا خورم. مرمجی. هم عاشق کار خود بودیم و آدمی عاشقی کار خود دیوانگی هم میکردیم. ده ها خطره متقبل شدیم. چرا از ما بدت میه؟ بدون نمی، اما خوشم هم نمی، فهمیدی؟ یعنی چی؟ یعنی که هیچ، عادی. تو چی میخوایی؟ سوال بسیار احمقان است. برزی در هر نقاط مجاهدین بودن و فایر میکدن و میزدن و اون زمو سر کو فایر میکدن سر ما. با خاطر که ما زوم لنز کلان داشتیم در سر کامری فلم برداری، کامره هم بسیار زیاد کلان مثل آوان واره بود. باز ما مجبور میشتیم که دو نفر سه نفر روان کنیم در اوکو که تیم قماندان ها گپ بزنن اونا را قانع بسازن. به هر صورت این فیلم نتر یک چیزی هست، این فیلم نه دولتی است نه حکومتی است، ما شخصی آمده بینیم میجریم این فیلم میسازیم، ولی ریسک بود. If you talk to people who were actually party members, a lot of them also will express to you the feeling that that period was like being on a runaway train, where no one knew at the beginning where things would end up. And there was a moment, and you can see it in the films, there was a moment at the beginning of the period when there was a genuine investment from a lot of people in this leftist dream. But it deteriorated very quickly. But by that point, it was also dangerous to detach yourself from it if you were operating in an official capacity, which the people at Afghan Films were. Here is the military base of the counter-revolutionary elements located beyond
our frontiers inside Pakistan. The first nucleus of the counter-revolutionaries emerged from here. The assistance of Washington provided new tasks for CIA agents in the frontier of Pakistan. The unveiling of the sinister intentions of the enemies of the revolution encouraged our people to voluntarily take up arms and to wipe out these inhuman and sad acts with the help of unity and oneness. The roads and highways are open. The life-enduing blood of the revolution is flowing in the veins of the free people of this land. در او زمانی که جنگ هر روز شدت می‌گرفت، ما هم مشکوک شدیم که آیا این دولت سقوط می‌کنه یا به پیش می‌ره. اما ما فکر می‌کنم که دو قطب بسیار متضاد در درون ما در ستیز بود. یکی جانبی که ما عشق داشتیم، علاقه داشتیم و می‌خواستیم سازندگی بکنیم، از طرف دیگر تهدید جنگ بود سر ما که این جنگ چطور میشه؟ ما چی خواست شدیم؟ ما چی خواست کردیم؟ میفهمیدیم که بالاخره این جنگ بزرگی است. بدون شک مجاهدین افغانستان هم نیاز دارن به اینکه از یک جای کمک برشان برسه. دو امریکایی ها به خاطر از اینکه بتانن به هدف خودشان برسن در منطقه، گروه های را نیاز داشتن برای که از اونا استفاده بکنن کردن. ما به نظر من در هم شوروی ها هم امریکایی ها در این جنگ تمام مرزهای اخلاقی را زیر پا گذاشتن. باید هرچی که میگذره در تاریخ کشورم ما باید تیره برام ثبت کنم. تغییرات دیگه در جامعه آمد. جوانا را بگیره، اونایی که در افغانستان بگیره و راستن در جبه روانش کنه، بده که خانهش خبر شد، پدرش، مادرش، کالای خود بگیره، اینا فقط منداخت و جبری روانش میکرد در مرکز تجمع و از اوجه سوقش میکرد به مثلا به هر نقطه از کشور که بود سوقش میکرد. فوتجای عکسای مجاهدینی است که از کندک اول مرکزی ما بودن. عامر صاحب میگفت که اینا سمنسوای آینده افغانستان هستن و اینا قماندان عمومیشان قماندان پناه بود و این جوان ها یک تعداد زیادشان شهید شده در جنگ های داخلی در داخل کابل. بسیار محدود باقی ماندن از اینا که این هزار فرد از کندک یک نفر عکس گرفتیم که تشکیل همو کندک 700 نفری عکسشان بودی و این عکس ها را در دوران جهاد خود ما چاپ میکردیم در کمیته فرهنگی ما. پیش از اینکه آغاز جنگ شد و هر لحظه یک انتظار بودی که چی میشه. و این وقت بسیار میلرزید دل آدم، قلب آدم میزد تک تک. باز وقتی که یک دفعه فرمان جنگ داده میشد، باز وقت ترس از پیش آدم گم میشد. بیروز خط خاله میشن آمد. خب، چشمت روشن. تشکر. چی نوشم؟ آرام هستن. این دخل نشدن؟ نوجون کسیق میشه؟ امید بریم از این ملک. کجا؟ امریکا.
نرگس جان، نرگس بخی بخی قربان چم که میرم کجا؟ بخی بخی بیدار شو. آفرین. خب بریم که بریم. بریم بچه بیشه بریم. بیا بچه جاوید بیا بچه. خب مادر برو بچه. تو برو مادر بیشه. خب من فیلم فرار بوده که برداشتم از مو شرایط بسیار ناگوار بوده اوجا و سر ذهنم بسیار تاثیر کرده بود که بهترین آدم ها با فرهنگ ترین آدم ها نه تنها ای بلکه بسیار دوستای خوب دیگی هم از سینما که در مو حلقه ما بود آنقدر دلگزید شده بودن که خانه خود، پرچ خود، ظرف خود، موتر خود، زمین خود همه چیز ایلا کردن و رفتن برآمدن. اونا فرار برقرار ترجیح دادن چون که از نظر ذهنی و از نظر ایدئولوژی با این رژیم هیچ اونا موافق نبودن و این یک ضربه بسیار کلان به پیکر افغانستان که مرازم پاشید و ما بر ما بهترین سوژه همی بود که این سوژه را ما باید فیلم بسازم. فامیل است نگروزن بالا شده کن. خب یک مثال برتان بگویم که وقتی من فیلم فرار ساختم و اوجا یک کمیسیون بسیار کلان آمد شرکت کردن و فیلم دیدن و مشاور عبداللهیوف مثل که یک بم کفید و استاد شد و گفت که شما هیچ در سینما نمیفهمین، این یک خیانت بزرگ است به روسیه و به افغانستان، چرا که یادم نشان داده که دولت افغانستان غیر از سرک قیر در سرک خامه هیچ مسلط نیست، هیچ حق نداره، در اوجه کلگی مجاهدین هستند و این فیلم 9 ماه قید شد. Is it because, like, there's something wrong with the film? Yes. Can you fix that stuff? It depends. It depends what the problem was. Yeah. I've always believed that you can't preserve an archive by locking it up, especially not by locking it up in a place where it's far too easy for it to be physically destroyed. And I think the Afghan Films Archive is always going to be under some threat, as long as Afghanistan remains somewhat unstable. And I believe that the only way that it can truly be preserved is for it to proliferate, for people to know about it, for many, many copies to circulate. مسکو زیبا این قلب پرتپش کشور شوراها آذین بسته در انتظار مهمان عاری قطر می باشد. آری رفیق نجیب منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان عصر روز 20 ماه قوس عازم اتحاد شوروی گردیدند. رضایتمندی کامل هر دو طرف از رشد مداوم و پرتحرک روابط دو کشور ابراز کردید. بعد از فراغت از آموزشگاه سینمایی یا انستیتوت سینمایی مسکو سال 1987 من ماه آگست پس دوباره کابل آمدم، یعنی برام به عنوان فیلمساز
در افغان فیلم خودم معرفی کنم، برای اینکه یگانه جایی که باقی مانده بود که باید فیلم ساخته شوه افغان فیلم بود، برای اینکه دولت یگانه پرودوسر فیلم بود. فضا در کابل مطلقا نشان میداد که من مجالی برای کار اصلی خودم ندارم و من احساس میکردم که اگر قرار باشه چیزی هم بسازم بالاخره سانسور میشه. من شیری بودن به وقت گناه بزرگ بود دیگه. و از اونجا باز تصمیم گرفتم که دیگه باید راه خودم جدا بسازم. خود او وقت یعنی امنیت او وقت بسیار دقیق کار میکرد، سر کی، سر بچه‌هایی که چگونه ارتباط دارن، در کجا ارتباط دارن. تقریبا امی بچه‌های پنشیر که کتیما کار میکردن سر زنا مشکوک بودن و وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت مستقیما برشان گفت که نمیتونیم برای شما کار کنیم. دوباره باید تماس بگیرم با مسئول، به این فکر شدم که اگر من دوباره بتونم مرکز سینمای مستند در بین مجاهدین ایجاد بکنم. همین بود که با دوستای خوبم نزدیکم مثل همایون پاییز ولی تلاش دوباره مشوره کردیم و حرفی شد که باید پیام بفرستیم و بسیار زود جواب گرفتیم که به خانه خودتان خوش آمدید، بیاید. و همین که پنشیر رسیدم، من بعد از 10 سال بعد خانه خودم میتونستم ببینم، جایی که من به دنیا آمدم، جایی که همیشه رخصتی های تابستانی خود اوج سپری میکردم. ولی پنشیر اگرچه دیگه او رنگ و رخ نداشت، همه چیز خراب شده بود، همه چیز ویران شده بود. گفتم میتونم که تقریبا در چندین حمله که شوروی ها انجام دادن حتی گفته میشد که زنده جانی نمانده، همگی مجبور شده بودن کوچ کنن. خانه ها کاملا تخریب و خانه که من به دنیا آمده بودم کاملا به خاک یکسان شده بود. من این را بفهمیدم که بسیاری از مجاهدین مخصوص عامر صاحب مسعود اینقدر قدرت عزیز دارن که درک بکنن که من چقدر علاقه داشتم به سینما که رفتم درس خواندم و چقدر آل ای دانش من و یا در مجموع در مورد سینما و یا ابو توانایی هایی که من در عرصه سینما دارم چقدر میتونه به درد بخوره. صدیق برمک بر اولین بار از کابل آمد در جبهه و اولین بار از برمک ما شادبندی را مسلکی بر ما تشریح کرد که یک فرم چه قسم بسته میکنه، این تو شات است، این لانگ شات است، این میدیم شات است. این بار اولین بار از زبان صدیق برمک شنیدم که بر ما گفت. امی اولین بار که یک دشمن از لنز کامره دیدی چه احساس کردی؟ احساس دلت سوخت برش، اون زخمی شده بود، افتاده بود. یک شات هم دیده بود، یک فلم چی که خوشگار فلم برده که بود. باز روزاری میکه که ورداری مره، مجاید جانا ورداری مره. من اونجا چی احساس میکدی؟ او دشمن هر وقت که به ضعیفی بیا بازو تو گپا رو میزنه، پیش از او بسار مقامت میکنن، جنگ میکنن. باز وقتی که مجایدین گرفتشان اسیر بازو از رو میکنه، باز مجایدین هم قدر سخت دل نیست که بازو رو پاسمانشان میکنم. این دل آدم به هر صورت به ترحم میاد. بله. چه آرزو داری؟ آرزو ایره دارم که دمی جهاد که فعلا هست ما به خاطر خدا میکنیم، اون کارهای ما به خاطر جهاد محصر باشه، اک کاری بتانیم به خاطر خدا بکنیم و باز دمی شورای نظر. پست دوم، 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 پست دوم،
یوسف یکی از شجاع‌ترین فیلمبردارای ابو جبهه بود. یکی از فیلم‌هایی که ما مشترکاً ساختیم با او یک فیلم مستندی است به نام Narration of Victory. این فیلم نه در پهلوی که در روایت در مورد جنگ است، ولی در پهلویش ما یک نیم نگاه بر مصائب جنگ در داریم. یعنی مثلا ما زندگی روزمره آدم‌ها رو می‌بینیم که چقدر تحت تاثیر جنگ قرار گرفتن. ولی در پهلویش من همون زمان سناریو می نوشتم و آمادگی می گرفتم برای اینکه ما یک فیلم هنری داستانی بسازیم. من احساس کردم که به قدر کافی در مورد انگیزه ازی که چرا مردم مجاهد شد، چرا برای به خاطر دفاع از کشورشان و سرزمینشان به پا خیستن، حرفای کافی گفته نشده بود. و من احساس کردم که تنها فیلم مستند کافی نیست، باید یک فیلم هنری کامل این همه قصه ها را باید روایت بکنه. که امو وقت فیلم آمادگی برای فیلم عروج گرفته بودیم، یعنی عامر صاحب مسعود متقبل شد که من پول بتم که فیلم بسازم. بلار شدیدن و که نسیمه بلار شدیدن و که نسیمه چی ده وطن پیغلی زیارت لره در زینه نسیمه. اکبر شوای ماتابی و دوستای قدیم یادت هست؟ کل شوابم هست. چه شوایی دی؟ همه چیز میگذره. یک چیز او وقت نمیفهمیدیم میرداد، دشمن خدا نمیشناختیم. اکبر باز انگری خواد کردیم انشالله. ای هی میگن دنیا با امید خورده شده. تفی جان سلام چطوری؟ جان شما جان بخیر هستیم. جان 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 شما جان بخیر هستیم. ساعت خوب چراغ داروشن که ببینیم که در کجا بشینیم بازار؟ اینه جرسن آمشی آمدی؟ از کدام فلم هست؟ اماسیش. فلم اماسیش خوب بسیار خوب بسیار رولی های اینجا نشته کده اینه یول عبده ورک پرینتر یول عبده بسیار کار خوب شد بسیار کار خوب شد پلی در رایسی هم صفحه ایدن دختن این اینجا شروع شد فرم اینجا شروع شد کدام شب تاریک که هم از مجموع کدام سان است فرم برداری کدیم خوب به هر صورت بسیار خوب است خب ما وقتی که رئیس افغان فیلمم شدم ما شب و روز در کار بودم و همیشه اما بسنده به می کردم که ما فیلم می سازم و بس و هر روز کار کردن ما معنی از این داشت که وقتی فیلم ما بیرون می برآمد و ما ایره به جامعه تقدیم می کردم جامعه احساس از این می کرد که فیلم از خودشان است. مرا آرام آرام از ما می خواستن که یک فیگور بسازن و طوری شد که دولت آنقدر به ما علاقمند شد. دکتر نجیب وقتی که مرا میخواست باز امو کلکاشم امو تو کتا کتا کلکا بود باز این امو تو میکد در مقطع کلکای ما منداخت باز این امو تو پچک میکد باز مرد این پالوی خود میشن. دکتر نجیب میگفت این بهترین رفیقم است، این دوستم است، این خدمت میکنه. اینمی انجینیر لطیف عضو حزبتان نیست ولی یک افغان است، یک افغانی که دلش نه برای من میسوزه نه برای تو ولی دلش برای وطنش میسوزه. من یادم میاد آریل که زمانی که ما در پنجشیر بودیم من یکی دو بار برای جرسم لطیف نامه نوشتم. قصدم همی بود که او از احوال من خبر باشه، من از احوال از او و چون خبر شدم که فیلم حماسه عشق ساختم مثلا روز داشتم فیلم حماسه عشق ببینم و بالاخره توسط کسایی که از کابل آمده بود اون زمان در پیش مجاهدین
بالاخره جواب آمد که نامه انجینر سبلتی بود و امراش همین فیلم حماسه عشق بود. برای اینکه ما یک مدت طولانی از فضای ساخت فیلم در افغانستان و دیدن فیلم از کابل برای ما یک لذت خاص دیگه داشت، ما یک دید دیگه می‌دیدیم. و وقتی این فیلم برای مجاهدین او زمان اتا نمایش داده بسیار خوششان آمده بود، احساس میکرد که یک فیلم باوقار و یک فیلم را میبینند که در او حرفای زیاده برای گفتن است در مورد آدم ها، در مورد عواطف و احساساتشان، در مورد فضای زندگی ما. یعنی در مجموع مجاهدین با دیدن فیلم سینما بیگانه نبودند، ولی با دیدن فیلمی که از خود افغانستان بود، در مورد زندگی افغان ها بود، یک کیف خاص داشت، یک احساس خاص داشت. مره ببخش پدر، مجبور شدم بخاطر نجاته جانم ازاری کار کنم، او را میکش پدر. تو ناخلف بخاطر عشقت مره فروغ دیوده مقابل نستان شد. پدر ما ایستاد نشدیم، این بخواهد نیست، خونمان بریزی بالا سلم میکنم پدر. تو را نمیشناسم، به پدر نگو. و اینجا لطیف نگاهی نداشتیم که مثلا ما را از هم دور نگاه بکنم، از اینکه ما بالاخره یک سینماگر بودیم. یک چیز واضح بود که سیاست ها آدم ها را در دو پهلوی متفاوت قرار میدن. مثلا او در کابل بود، در کنار رژیمی بود که ما در مخالفت با او بودیم و در جبهه مخالفش قرار داشتیم، ولی یه جایی باعث نمیشد که ما از هم دیگه دور باشیم. این جنس لطیف اونم او عظمت داشت که از اول داشت برای من، به عنوان استاد، به عنوان یک دوست، به عنوان یک رفیق. و ما هیچ وقت احساس دوری، بیگانگی نداشتیم، برای اینکه من احساس میکردم که سینما یک وسیله بسیار قدرتمندی برای پیوند ما است. پدر من رو بکش، من بیرز زندگی کدم نمیتونم. رای دشمنم طاقت ندارم. ده سال است افغانستان در میان آتش و دود و تاراکت ها و توپ ها و بمب های تیار ها و اینا می سوزه. ما چی کردیم؟ خداوند جل جلاله در قرآن عظیم الشان مؤمنین برادران یک دیگر هستند، در میان از اونها صلح را روا بدارید. صرف برای نجیب فرستاده نشده است، برای هر مسلمان فرستاده شده است که ما باید متحد و متفق شویم یا نه. خداوند خود چنین حکم میکند. بگو این دیش سفیدان محترم من، کاکاهای عزیز من، ما شما را برای این مسئله خواستیم که برای من مشوره های سری بدین. کدام امر را قبول کنیم؟ امر را ما در تخار بودیم که اولین بار یک پیام آمد که بخش کمیته فرهنگی شورای نظار باید بیان داخل جبل سراج که قطعات شورای نظار داخل کابل میشه. ما اولین بار از دو تا هلیکوپتر کمونستان میاد شهر طالقان میشینه، 20-20 نفر 30 نفر بار میشن راست کابل میبرن. این وضعیت دیدیم، از این جریانات فیلم برداری کردیم و رفتیم کامر سایبه بود. ماندم تا ای که توسط امین نیروها زمینی خودش حرف کابل حرکت کرد.
برو بخیر. کلگی کلگی تست برو. سم قطار شد. دیگه خدای نخواسته نشه که شما کاری بکنین که باز بدنامی ایجاد شود. انشالله فهمیده شد. بله. از ایلا گشتی پایان بالا رفتن دیگه از یو گپا جدی جلوگیری باش. فهمیده شد؟ خدا باید بجرد. سلام علیکم. جور بخیر. برو بخیر. این وقت رو یک کنی فرام. مجاهدین بار دوباره در کابل می شدن و ما باید وارد یک مرحله نو می شدیم. امر خوشحال بودم از اینکه مادر من دوباره دیدم 3 سال بعد. من می توانم باز دوباره برم فیلم ببینم، ولی در دل نگران بودم، نگران آینده بودم. این بار مجاهدین تنها نیست، یعنی تنها بلکه گروه های مختلف مجاهدین هستند و خواهی نخواهی یک اتفاق می افتند. یکی از بهترین روزای ما بود. ما همیشه دهی فکر بودیم که حالا شاید این تصویرها را فیلم برداری کنیم. این صحنه ها امروز معرخ 5 سو شورای رهبری جهادی تشکیل جلسه فوق‌العاده داده، فیصله به عمل آورده و گروه های مسلح قمندان احمد شاه مسعود وزیر دفاع حکومت اسلامی اطاعت نموده، امنیت را در شهر و مراکز استراتژیک شهر کابل تامین. جهادی که 14 سال یک جنگ دوام میکنه، بعد از 14 سال مجاهدین میتوانند که کابل را فتح کنند و او را نیروهای میتوانه کابل را فتح کنه که مربوط ما میشه و فرماندهی عامر صاحب. ای به ما بسیار خوشایند بود و یکی از روزهای بسیار تاریخی ما بود. روزهای بس دشوار بود که زمانی که حکومت استاد ربانی بود و یکی از خاطرات بسیار فراموش نشدنی من در زندگی همی بود که من امرای عامر صاحب ملاقات کردم. مرا گفت که تو همیشه کار کو در سینما هیچ گونه مشکلی نخواد داشتی، ولی گفت که یک چیز برات میگم که تا 6 ماه وضعیت کابل بسیار زیاد خراب میشه و هیچ کس کسی را تضمین کردن نمیتونه. و ما برای تو اجازه میتونم که برای 6 ماه بیرو برو، ولی 6 ماه بعد اوضاع تغییر میکنه در کابل، پس بیا باز به کارت شروع کن. و حتی دمو جده می فکر بودیم که وقتی که کابل میریم بخیر تحصیل ما پس مانده ادامه بتیم امور درس خدا بخیر. اما هیچ نمی فهمیدیم که ما در کابل میریم حتی روز ایده در جنگ می باشیم. این را هیچ وقت پیشبینی نکنیم. همون بود که جنگ هایی که در کابل بین نیروهای حکمتیار و نیروهای دولت مجاهدین اتفاق افتاد کم کم وسعت پیدا کرد و قسمی شد که بخشی از شهر کاملا ویران شد. راکت زنی هایی که در داخل شهر میشه، فرار مردم، بسیار صحنه تراژدی بود. یک ملت، یک مردم آرام یک دفعه در این یک وضعیت میفتن. دل بسیار زیاد دلهوره داشتم که هر روز اتفاقی بیفته که شرایط بیخی دگرگون شود. و یک روز نفکرون فیلم راکت خورده بود، شیشه ها ریخته بود، همه چیز. و اونجا دیگه از ما امیدم واقعا راست بگویم که امیدم کنده شد. جنگ های تابستان وقت شروع شد، بسیاری از سینماگران مجبور شدن که از کشورشان فرار بکنن. هنرپیشه های زن از افغانستان به جز از یاسمین یارمل که مزار شریف رفت، از او جمله انجینیر صاحب لطیف حتی مجبور شد افغان فیلم رها بکنه و گیبت ماسکان رفت و افغان فیلم بی سر روشت بود. سپتامبر 1992 به عنوان رئیس افغان فیلم موظف شد، ولی من یک مقدار ناراحت بودم، نگران بودم.
مجاهدین بسیاری هایش مخالف سینما خواد بودن، شاید حتی کش کنن که دروازه سینما ها بسته شود. بعضی از مجاهدین مخالف زنها بودن که در تلویزیون ها نبراین. گفتن اگر یک بار دیگه زنها در صفحه تلویزیون پیدا شوند ما با راکت کابل نابود میکنیم، و یا اگر دروازه سینما ها باز شود باز ما جوی های خون در کابل روان خواهد شد. آنچه به عنوان رئیس افغان فیلم مهم بود این بود که ما یک آرشیف داشتیم که در او تعداد زیادی از فیلم های قرار داشت که میتونست روایت تصویری تاریخ افغانستان باشه. ولی ما چگونه میتونستیم در حالی که جنگ بود، نبود برق بود، نبود پول و امکانات بود، این آرشیف را نگاه بکنیم؟ و این کار شد. خوشبختانه ما یک جنراتور خریدیم که روزانه حداقل میتونست هوای درون افغان فیلم سرد نگاه بکنه تا آرشیف از بین بره، و که زندگی سینما خاتمه پیدا نکنه با جنگ. من یادم میاد که بیشترین تماشاچی ها را ما در سینما با وجودی که جنگ بود، با وجودی که هر لحظه شهر با راکت تخریب میشد و ایران میشد کشتار بود، و از کابل از جریان جنگ ها زیاد فیلم گرفتیم، از کودتاهایی که در کابل صورت گرفت، جنگ های بین دوستان، بین دولت، بین حزب وحدت و دولت، بین حزب اسلامی و دولت، صحنه های بسیار تراژدی. توانستیم که در محد توان خود فیلم برداری کنیم، با تصویر بکشیم و ثبت تاریخ بسازیم. خراب شد، باید نمیشد، اما جنگ شد. جنگ خرابی بار میره، اما در این فکر بودیم که یک روز دیره پس میسازیم، این ساخته میشه. اما امو خرابی هایی هم که صورت گرفته، ما از همیش شاید ساعت ها فیلم برداری کردیم شهر کابل. مسلمان امیر اخوان مردم هم میکشه، این مسلمان هم دمی روس هم تو نکشته بوده، از روس یا بدتر است، روس هم تو نیست، روس هم تو کار رو نمیکنه. جنگ ها به شکل بسیار بدش جریان داشت و مردم افغانستان آرام آرام امیدشانه از داشتن یک حکومت باثبات، از یک امنیت کاملا بریده بودند. در مجموع در پهلویش
به خاطر از اینکه بچه‌های افغان فیلم بتونن خودشان مصروف نگاه کنن، پروژه از این ساختیم که از شهر کابل فیلم بگیرن. آیا تاریخ میتواند گویای واقعیت تلخ باریدن 300 هزار راکت و هاون روی شهر، 100 هزار کشته، 70 هزار معیوب و ویرانی بی وسعت این شهر زخم خورده باشد؟ اینجا زیر سقف هر خانه روزگار مادران با رنج و درد فرزندانی را پرورانیدند که جانمایه افتخار سرزمین خود بودند. هزاران معلم، انجینیر، دکتر، حقوقدان، نویسنده، شاعر، اهل علم و هنر و فضل در این خانه هایی که امروز خالی اند بزرگ شدند. There was no government really commissioning them to make films anymore, but they continued to film all the way up until 96. And at a certain point, I think their project became very personal, and that's what the House of History sort of represents. Is I think it's one of the most personal films in the Afghan Films Archive. It's really an essay film about the destruction of Kabul. And it sort of shifts about halfway through into a lament for the destruction of the Kabul Museum, the archaeological museum, and how it represents the destruction of all of these other histories of Afghanistan, all of the non-Islamic histories. بیننده عزیز، این تصاویر را به خاطر بسپار که جز این تصاویر و توده های خاک و خاکستر این هده چیزی در دست نیست. با آنکه خاطره های خیانت و جنایت دهان را تلخ می کند، اما واقعیت زمانه ما چنین است. داشتن آزادی چه بهای سنگین می خواهد، چه قربانی عظیم طلب می کند. جهان در مردابهای سکوت از تو رو پوشانیده است، ولی این را بدان که بامداد نمی رسد تا از زخمهای خود مشعلهای فراراه آن روشن نکنی. کابل متاسفانه آرام آرام اسمی شد که چیزی در حال وقوع است، برای اینکه طالبا جلال آباد گرفتن و کم کم آمدن به طرف سروبی، ولی ما هنوز هم فکر میکردیم که شاید کابل مقاومت بکنه در مقابل طالبا، ولی مسعود مجبور شد عقب نشینی کنه و من فکر کردم که چی اتفاق است، چه قرار است اتفاق بیفته. تصمیم گرفتم که هر اتفاقی بیفته کابل باشم. شهر کاملا فضای بسیار دراماتیک عجیب غریبه را گرفته بود برای خود. من در کدام مرحله تاریخ قرار دارم؟ ما واقعا شاید هم خوشبخت باشیم که مراحل مختلف را میبینیم. احساس کردم که خب ظاهر شاه، بعد داود خان، باز ترکی و حفیظ لامین، بعد ببرک کارمل و دکتر نجیب و حضرت مجددی و باز استاد ربانی، بالاخره حال به کجا میرسه؟ این واقعا قرار است چیز بدبخت‌تر از این هم اتفاق بیفته در افغانستان؟ همین که فردای صبح شد دیدم که طالبا در کابل رادیوی کابل نشرات میکنه و پای هم قرآن شریف است و احادیث و اعلامیه های طالباست در مورد از اینکه ریشتان باید بگذارین، دیگه ریشتان باید اصلاح نکنین، باید لباس اسلامی بپوشین، زنها باید کاملا بدون محرم نمیتونن بازار برن،
همه چیزایی بود که در رادیو پیام تکرار میشد، ولی از همه مهمتر همی بود که خبر شدیم که دکتر نجیب اعدام کردن. از یک فیلمبردار ما سید موجود حسینی خواهش کردم که کمره 35 میلیمتر خودش بگیره با نوار 35 میلیمتری و آنچه را که اولین نخستین جنایت طالبان در شهر کابل فیلمبرداری بکنه. و او رفت، من هم امرایش رفتم. همون لحظه دیدم که برادر دکتر نجیب اردوش بدار آویخته شده بودن. برای من بسیار تلخ و ناگوار بود. با وجودی که اختلافات، شاید اختلافات ذهنی سیاسی زیادی داشتم، ولی من هرگز قبول کردن نمیتونستم که یک رئیس جمهور یک کشور با این شکل برخورد شد. پدرم و دیگه همگی تصمیم داشتن که باید پنجشیر بریم، از اینکه وضعیت خوب نیست و مجبور هستیم شهر را رها کنیم. من راست راستش حس عجیب غریب برام دست داده بود. چه اتفاق قد افتاد؟ آیا اولین جایی که با او شناخته که ما از تندروی ها و نگاه و دیدگاه های بسیار متعصبانه از اونا نسبت به تصویر و سینما و اینا داشتیم، احساس میکردم که اگر بیا شاید افغان فیلم چور بکنن. پس زندگی شما کس وجود نداره؟ مقصد تو نفهمیدم. من میخوایم مثل اون وقا باشم، دعوا بگردم هر چی رو ببینم. خدا میدانه خانه کجاست. احمد هنرمند زیبا و جوان با احساس. بسیار یک تاریخ تاریک در افغانستان رقم خورد که او دوره طالبا بود. او دو خانواده را ما در افغانستان سراغ نداریم که آسیب پذیر نشده باشه و از او جمله یک شما بودم. وقتی که در مزار شریف طالبا آمد، می گفتم کس خبر نشه که مثلا ما در این قریه هستم، که اگر بفهمند که من یک هنرمند هستم و در این قریه هستم، دیگه بر من زندگی ناممکن است. چادری می پوشدم و برای کس خود معرفی نمی کردم. کسایی که اقارب شوهرم بودن اونا ما را مشناختن، ولی کسایی که نمشناختن بر از اونا خود هرگز معرفی نمی کردم. و یک امکان داشت که اگر مرا پیدا بکنن دیگه نگذارن که من زنده بمانم. ما در اونجا مجبورن نام خدا تغییر دادم و نام خدا گذاشتم صالحه و همه ای مرا به نام صالحه مشناختن. یک روز من افغان فیلم رفتم، یکی از بچه های افغان فیلم آمد گفت که برمک صاحب یک طالب آمده و شما را کار داره. تا او ایگه پا گفت من فهمیدم که تصمیمی است که مرا دستگیر بکنن. مرا گفتن که با پشتو پرسیدن که خودت رئیس افغان فیلم هستی؟ من برشان گفتم بله. گفت که از پنجشیر هستی؟ من گفتم من از پنجشیر هستم. گفت سلا داری؟ من گفتم شاید اولین پنجشیری باشم که سلا ندارم. فیلمساز هستی؟ من گفتم ما با فیلم میسازم. کاپر هستی دیگه. آمدن خانه، مادرم تنها بود به خانه. تا مرا با طالبا دید مادرم تقریبا مثل که زوف کرده باشه، میفهمید که شاید اتفاق بیفته. من خب مادرم با او شاردم و این طالبا شروع کردن به جستجو. خب هرچی که یک پروژکتور 8 میلیمتر فیلم، کمره 8 میلیمتری فیلم، یک موویلای، همیشه تکه تکه کردم. یکیش میخواست مرا ببرم، میگفت که حرفشی بود که باید قندار فرستاده شام. ولی یکیش نمیفهم چی اتفاق افتاده بود در دلش. میگفت که من میگم که امی صدیق برمک رها کن و مرا رها کردن. امی که ازش نجات پیدا کردم
آمدم مادرم شانه گفتم که باید بریم. راهی بود از کابل به طرف پاکستان. من که دو ماه اونجا بودم، بعد از اونجا باز دوباره تصمیم گرفتم پس دوباره افغانستان به اون پنجشیر. درست تاریخ 8-9-10-11 مارچ بود که خبرهای پخش میشد از اینکه طالبا مجسمه ها و پیکره های بودا را در بامیان از بین میبرند و بالاخره در تاریخ 11 کاملا منفجرشان ساختند. تاریخ 11 مارچ همون روز یا 4 روز بعدش یک نامه از افغان فیلم یک دوستم سید مصطفی آقا که مسئول بخش لابراتوار بود یک نامه روان کرد و گفت روزگار ما سیاه است برمک جان، قرار است که یک هیئت پاکستانی، یک هیئت طالبا از وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبا آرشیف افغان فیلم بیان و نابود بسازند و ما دیگه واقعا دلهوره ما بسیار زیاد شده بود. فقط آنچه که اتفاق میفتاد این بود که از خدا میخواستیم که یک کاری شود که اتفاق نفته. خب من 10 سالی که در مسکو زندگی کردم، از وطن هرچی میکردم دور شده نمیتونستم، برزی که هر بار یاد بیامد، هر دقیقه یاد میامد. ولی وقتی که خبر شدم که از طریق بی بی سی که تمام فیلم هایی که در افغان فیلم بود، یعنی او را بردن و در دادن، یک اولاد دادن پیشو یادم بفته بمره، با آدم هیچ چاره نداشته باشه جزی که را دفن کنه، و دیگه دلم سیاه شد، دیگه دلم و تمام امیدهایم کنده شد. حوادثی که اتفاق بعدن افتاد پر از رنج بود و ایمانا که 9 سپتامبر عامر صاحب مسعود شهید شد و هم در اثر یک حمله انتحاری و یک سوی قصد به جان عامر صاحب. بعد از او 11 سپتامبر اتفاق افتاد که در نیویورک اتفاق افتاد. هر دو حادثه باعث شد که طالب ها محور چیز قرار بگیرن و مسئول تمام این جنایت ها شناخته شوند. چیزی که بعدها ما شنیدم و این بود که ملای اسحاق نظامی با حس دلسوزی به آنچه که در افغانستان هست آمد و برای کارمندای افغان فیلم اطلاع داد که میتونین فیلم ها را جای پنهان میکنین، فقط از ما خبر کردن شماست، دیگه باقی کار باید شما بکنین. ما خودم با ملای محمد اسحاق نظامی شهرت دارم و در زمان طالبا به حیث رئیس عمومی را تلویزیون افغان فیلم و سخنگوی بودم. دو خودم فرمان نامده که شما فیلم ها را از بین ببرین، خو خودسرانه بعض رفیقات در امه بالمعروف بود، نگه گفتم که امه بالمعروف بسیار حاکم بود، پروه هیچ کس نداشت. احساس خفگان، احساس بالکل رنج و غم و ای چیزا که چرا بایی چیز ما مبتلا شه، ما چیز کیس یک امانت از خوب از بده باید مانده باشه، اگر خراب هم هست مخرابش هم مانده باشه، طرف داری زیمانه بدیم که سوختانده شده. بخیر، بخیر، سلام علیکم، خیرت، بخیر است، صحت خوب است، بخیر، خوب است، صحت خوب است. اسحاق نظامی نمو جامعه گفت که امی چیزی که فیلمی را که شما میخوایی خودتان میفهمی، این فیلم شما جای به جای کنی، هر جایی که جای به جای میکنی از طرف ما اجازه است. بعد از او این آدم رای خود گرفت را برامد. یعنی ولی چی دیره که از چی بگم لطف شما نجات پیدا کرد اینجاست؟ بله، این دیگه بسیار مهم، این دیگه بسیار مهمش هست. سابقه چی بود؟
شماره نبود مکمل نام داشته بود باز شما نام را گفتید پس کنید فقط شماره بزنید که کس نفهمه داخل چی است. من هیچ طرفدار طالب نیست ولی باز هم در بین طالب ها انسان هایی وجود داشت که به خاطر تاریخش و وطنش دلش می تپید. اونمو آدم ها بودن که آرشیف نجات دادن، نه کسایی که در اینجا کار میکردن. اونا کسایی بودن که در فیزیکی عملی را انجام دادن ولی پشتیبان معنوی در بالا جای ها داشتن. یکی از روزهای ماه می یا ماه جون 2002 فکر میکنم که انجینر سبلتیف از ماسکو آمدن و من رفتم از میدان هوایی اونا را گرفتم و همون سبایش افغان فیلم آمدیم و بسیار خوشحال شدم که انجینر سب گفتم انجینر سب من بسیار خوشحال هستم که همه فیلم ها به جای خودش باقی مانده. در بیرون از افغان فیلم یک هنگری بود که در اونجا باز بکتود فیلم های کاپی، فیلم های روسی بود، فیلم های هندی یا امریکایی بود و فیلم ها کهنه بودن. باز حدود فکر میکنم چیزی حدود 2000 چرخ فیلم اونجا نابود میکنن و اصلا انجینر سبلتی باورش نمیشد که فیلم های اوریجینال و های افغان فیلم دست نخورده باقی مانده و خراب نشده. اولین قدمی را که من از مسکو آمدم به افغان فیلم ماندم عجیب یک احساسی برام دست داد که من تمام این فیلم ها را یک بار دیگه ریویو کردم. ارشاتی را که من میدیدم، ارسانه را که میدیدم، همون صحنه با تمام جزئیاتش در خاطرم زنده میشد، یا با یک تراژدیش، یا با یک خوشیش، یا با یک غمش، یا با بعضی چیزهای غیر مترقبه که در صحنه اتفاق افتاده بود. اینا همه یادم میاد. جوانی هنرپیشه ها یادم میاد که چقدر جوان بودن، چقدر زیبا و مقبول بودن، ما کجاها رفتیم، چی خاطراتی داشتیم، همه گی از این دیگه در ذهن مرام زنده میشد. وطن ما از زیاد دوست داشتم و حتی در شرایط دشوارترش دانسته بودم زندگی بکنم ولی بالاخره مجبور شدم برای حفظ جان خودم و اولاد خودم و همسرم ترک بکنم و شاید بتونم در فرانسه بتونم دوباره به کارهایم برسم و بتونم از این جمع صدای سینمای افغانستان بیرون بکشم. بسیار از سینماگرهای جوان مجبور شدن که افغانستان ترک بگوین و حالا در کشورهای اروپایی جمع شدن و کار میکنن. مهم است که ما هر جای باشیم بالاخره حتما درد سرزمین خود ما را قصه خواد کردیم. Well, I think Afghanistan is at a stage now where pieces of its history are starting to resurface into the sayable from the unspeakable. When you're coming out of a period of intense conflict, there are parts of the past that are untouchable. And then gradually, they become things that you can look at and speak about again. So I think, you know, we're emerging into a period in Afghanistan where it's now becoming possible again to talk about the communist period with some kind of honesty and
completeness that was not possible even 5 years ago, and certainly not 10 years ago. But for example, we still can't talk about the Mujahideen period that way. And we certainly can't talk about the Taliban years that way yet. They're too close still. But I think, you know, archives are incredibly important for that reason, because in an archive, you sort of can seal off these histories and keep them until the moment when it's safe to look at them again. چون کوهی بمان چون پار سنگر جان دلم به تو لا 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 تو چون باغ گل و من بوی و رنگر لا 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 نگارم نیست جان دلم به تو قرارم نیست ولو تکو و ناجوهای جنگل جان دلم به تو قرارم نیست ندارد قد و بالای قشنگت لا 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 نبینم درد و اجرانت نبینم جان دلم به تو قرارم نیست نبینم داغ ارمانت نبینم جان دلم به تو قرارم نیست جوانی باشد و لبخندهایت جان دلم به تو لرا لا لا جان دلم به تو لا 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 با مرگ خود پریشانت نبینم جان دلم به تو تو می آیی جوانی ها می آید جان دلم به تو نگارم نیست خوشی از دشت و از دریا می آید جان دلم به تو قرارم نیست دلم لبریز از لبخند می شد قرارم